امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی. حمایت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی. و صدر اعظم پاکستان هند را به برهم زدن وضعیت در سرحد با این کشور متهم می کند. برام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. من صدیق فیروز هستم. مشروع خبرها. توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی امضا شد. شورای عالی صلح و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی میگویند که این سند به زودی از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز امضا و جنبه عملی را به خود خواهد گرفت. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی میگوید که متعهد به عملی ساختن این توافقنامه است، اما هنوز هم بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید میکند و میگوید که به خاطر اعاده کامل حاکمیت ملی افغانستان به مبارزه سیاسیش ادامه میدهد. پس از نزدیک به 2 سال مذاکرات، بالاخره توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان نهایی با سوی هر دو طرف امضا شد. الله اکبر، الله اکبر. شورای عالی صلح مذاکرات صلح با حزب اسلامی را به خیر افغانستان میخواند و میگوید که این توافق برای تامین صلح کمک خواهد کرد. حزب اسلامی له هیئت سره بوده وختونه شوی په نتیجه کې یو داسې توافق ته رسیدلی یو چې انشاءالله د ملي منافعو پر الله کې به د دواړو خواو په ګټه وي. شورای عالی صلح و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی میگویند که به زودی این سند در اختیار رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی قرار داده می شود و پس از امضای آنان مریول اجرا خواهد بود. مذاکرات صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان نهایی شد، با موفقیت انجامید و امروز امضا شد و انشاءالله در اسرع وقت از طریق امضای رهبران دو طرف نافذ خواهد شد. با مجرد که این موافقت نامه امضا میشه، مریول اجرا میشه، ما در برداشتن تمام تحریما و تعذیرات اقدام میکنیم. ما زمینی برگشت با عزت و مسئول رهبری و اعضای حزب محترم اسلامی را فراهم میسازیم. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی میگوید که در این توافق هیچ گونه خواستهای شخصی، گروهی و شریک شدن در قدرت وجود ندارد، اما میافزاید که پس از کامیابی مذاکرات صلح نیز برای حاکمیت ملی کامل افغانستان و خروج نیروهای خارجی با مبارزه های مدنی اش ادامه خواهد داد. در این مذاکرات هیچ چانه‌زنی در رابطه با سهمگیری در اقتدار و یا کرسی ها نبوده و من به ملت عزیز و شریف خود این اطمینان را دوباره تکرار میکنم و این پیمان را میبندم که حزب اسلامی افغانستان بر تعهدات خود کماکان استوار و پابند است و تا اعاده کامل استقلال و اعاده کامل حاکمیت ملی کشور مبارزه خواهد کرد و هدف حزب اسلامی افغانستان به مثابه سخنگوی از سخنگویان ملت شریف افغانستان مبارزه تا خروج آخرین سرباز خارجی از کشور ماست. از امضای توافقنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سفارت امریکا حمایت کردند. از سوی دیگر حکومت افغانستان از طالبان مسلم می‌خواهد تا مانند حزب اسلامی صلح کنند. حنیف اتمر که در مراسم امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی سخنرانی می‌کرد گفت که جامعه جهانی تعهد لغو تعذیرات بر رهبر و اعضای حزب اسلامی را سپرده که باید بر آن عمل کند. در همین حال رئیس شورای عالی صلح از طالبان مسلم نیز می‌خواهد تا با گرفتن الهام از حزب اسلامی با روند صلح یک جا شوند. پس از امضای توافقنامه صلح حزب اسلامی با حکومت افغانستان، مشاور امنیت ملی از جامعه جهانی می‌خواهد تا زمینه را برای مذاکرات بین‌المللی فراهم سازد. حنیف اتمر جنگ فعلی را بیگانه و تحمیل شده بر افغان‌ها می‌خواند و تأکید می‌کند که جهانیان باید زمینه صلح بین‌المللی را برای افغان‌ها مساعد سازد. زموج جنگ هیچ کلا داخلی ندهی او نوی.
پر موږ دا جنگ تحمیل سوی دی او موږ غواړو چې دنیا هغه شرایط برابر کی چې افغانان وکولی سي د بین الافغانی لارې سه خپل منځو کې صلح وکړي. مشاور شورای امنیت ملی میگوید که جهانیان تعهد سپرده بودند که در صورت امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی تعزیرات وضع شده بر رهبر و اعضای این حزب را لغو میکنند. وی میگوید که اکنون زمان آن رسیده است تا اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای عملی ساختن این تعهد اقدام کنند. مشتی وعده که چیری تاسیب موافقیت ورسیجی موش به طول حق تعزیرات و تحریمات چه غواره چه لری کهی حقا با در سر همکاری و کچه لری سی فدی که زموش سر ملل متحد سازمان او د اروپا طولنه هم دیر اکلکه و دری دلن زغوارم دا دوی طول سمنه نوکم او دا غشتنه نن دا دوی سوکم چه بله موش دا موافقه امزا کرلم اوس وقت دی رسیدلی دی چه تاسی طول حق منطقوی او بین المللی شرایط چه دا دی موافقت نامی دا کامیابی دا پار ضروری دی دا حقوی دا پار حقا مرست راست را وکی چه تاسو وده کریم. در همین حال رئیس شورای عالی صلح میگید که جنگ را حل نیست و از طالبان مسلم میخواهد تا مانند حزب اسلامی به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند، موضوعی که مشاور امنیت ملی نیز بر آن تاکید میکند. این یک حقیقت مسلم است، جنگ جز و ایرانی ارمغان دیگر ندارد. بران من بار دیگر از همه مخالفین میخواهم که حزب اسلامی افغانستان را نمونه قرار داده و تلاش نمایند تا از راه صلح و مفاهمه آداب خود نایله. د جنگ او رور وجنی سه لاس وخت د پاکستانیانو او خارجیانو د منګولو سه او د تروریستانو د منګولو سه ځان خلاص کړي، د افغانستان اساسي قانون رعایت کړي، هغه شیانو ته چې مو د حزب اسلامي سره ژمنه وکړله چې پر ولاړ یو ستاسو سره هم حاضر یو چې پر ودرېږو. مذاکرات صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی در حال نهایی و توافقنامه آن امضا می شود که در گفتگوی صلح با طالبان مسلح که جناح اصلی جنگ را تشکیل می دهند تا هنوز هیچ پیشرفت نشده است. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از امضای توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی استقبال می کند. کرزی می گوید که یگانه راه بیرون رفت از مشکلات جاری گفتگو است و از طالبان نیز خواست تا به مذاکرات صلح حاضر شوند. حامد کرزی میگوید که ایالات متحده آمریکا در افغانستان اهداف خود را دنبال میکند، اما باید به افغانها نیز اجازه بدهد تا به اهدافشان برسند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین که در دوره حکومتش چندین مرحله گفتگو با حزب اسلامی انجام شده بود، امضای توافقنامه صلح حکومت وحدت ملی با این حزب را گام مهم در بخش صلح می‌خواند. کرزی هنگام سخنرانی در مراسم فراغت محصلان پانتون کاتب از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال کرد و گفتگوها را یگانه راه بیرون رفت از وضعیت فعلی خواند. حامد کرزی از طالبان مسلح نیز خواست تا از جنگ دست بردارند و برای تامین صلح با گفتگوی صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. ما از این اقدام بسیار نیک و بجا استقبال میکنیم. این را به خیر افغانستان میدانیم. پروسه صلح است و پروسه صلح ما از آن همه ملت افغانستان است. امیدوار هستیم که به مو اندیشی که ما داریم برای صلح و صفا و آرامش خاک ما به قدم مؤثر دیگر هم گذاشته شود و ای تطبیق شود و بازم از تحریک طالبا خواهش میکنم که اونام حاضر به صلحشان و بیاین تا خاک ما صاحب آرامش و زندگی آسوده شود. کرزی میگوید که ایالات متحده در افغانستان اهداف خود را دارد، اما افغانها نیز اهداف خود را دارند و آمریکا نباید مانع اهداف آنان شود. هر برنامه بزرگی که دارند، هر رقابت هایی که دارند و این رقابت ها را از خاک ما تطبیق میکنن به طرف اطراف خاک ما، ما هم برنامه خود تطبیق کنیم. برنامه ما صلح و صفا در کشور ماست، برنامه ما ترقی کشور ماست، برنامه ما سر کار بودن جوانان کشور ماست، برنامه ما
یک افغانستان است که در او همه ما صاحب باشیم، یک افغانستان است که دموکراسی داشته باشد. در همین حال حامد کرزی مکررن با اشاره به فساد در انتخابات های ریاست جمهوری گذشته گفت که خارجی ها و بخصوص آمریکایی ها در سال 2009 تلاش کردند تا ایجاد ریاست اجرایه را بپذیرم، اما این فیصله را نپذیرفتم به خاطر که برخلاف قانون اساسی بود. اگر با امرای ما موافقه کنی که تو رئیس جمهور باشی و رئیس اجرایه با امرایت قبول کنی، ما تو را 51.7 کامیاب می‌سازیم. و اگر موافقه نکنی ما تو را 47.7 می‌سازیم. ما گفتم خیلی ما دو نتیجه گرفتیم در انتخابات خود، حساب که شده در حساب که یک نتیجه می‌برایه، در حساب انتخابات ما دو نتیجه برآمده بود، یکیش 51.7 بود، دیگه 47.7. من گفتم لخیر ما این موافقه نمی کنیم، خلاف قانون اساسی افغانستان است. برای حل مشکلات انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نیز ریاست اجرایه به خواست و تاکید آمریکا ایجاد شد. این در حالی است که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، مدت کار ریاست اجرایه به پایان می رسد و به تازگی شورای ملی و شمار زیادی از سیاستمداران برای پایان دادن به وضعیت جاری خواهان برگزاری لوی جرگه عنعنوی شدند. همزمان با این امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی واکنش‌های متفاوتی را بدون بال داشت است. شماری از اعتراض کنندگان در کابل امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی را خیانت بزرگ با ملت افغانستان می‌خوانند و به گفته آنان تفاهم با این گونه گروه‌ها صلح را در کشور تامین کردن نمی‌تواند. از سوی دیگر طرفداران صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان این توافقنامه را به خیر کشور و آغاز تامین صلح در کشور می‌دانند. امضای توافقنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با واکنش‌های مثبت و منفی به سطح کشور مواجه شده است. اینجا حزب همبستگی افغانستان امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی را خیانت با ملت افغانستان و فصل جدید بربادی کشور می‌خواند. این حزب امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی را یک بخشی از سیاست‌های آمریکا می‌خواند و می‌گوید که آمریکا می‌خواهد تا با دادن مسئولیت قضایی به حکمتیار و جنگجویانش حلقه جنایاتش را وسعت بدهد. صلح هیچ وقت با قربانی کردن عدالت به دست نمی‌آید. امیر رقمی که دمی 15 سال گذشته با بخشیدن و نسب جنایتکارا و غداران و قاتلین ملت افغانستان به یک سلاخانه و فساد کده تبدیل شد. اعتراض کنندگان بر ضد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شعار می دهند و می گویند که توافق با این گونه گروه ها صلح را در کشور تامین کردن نمی تواند. در امریکا در نیویورکر دولت یو ذری بیا غوری چی در گلبدین نوم تر سوری لاندی زمون خیوات راوری او در این و غین دولت در حس توپیر نکی چی دی پا قدر که یا بل جنایتکار اضافی شی سعی میشن به نام صلح و غیره و چیزا بیخی غلط است، کلش یک سازش است، یک بازی سیاسی است. از سوی دیگر برخی از چهره های جهادی و نمایندگان مردم از این توافق حمایت می کنند. اینجا باشندگان منطقه چهاردهی کابل گرد هم آمدند و توافقنامه صلح با حزب اسلامی را به خیر افغان ها و گام مثبت برای تامین صلح سراسری در کشور می خوانند. او منگل دی صلح نه اولا میلان کرای بیای میلانو چه منگ ده صلح پخاطر دو میلیون شهیدان ورکڑی دی افغانانو بیا منگ ده قربانی تازریو ایت سوک انشاءالله ده صلح مخه نسینی ولی امروز خوشبختانه زمان رسیده که با موافقت نامه صلح را باز میشه برای همه مخالفینی که متعلق به مردم افغانستان است. امضای توافقنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در برخی ولایات نیز با استقبال روبرو شده است و امیدواری های تازه صلح سراسری در میان مردم را ایجاد کرده است.
افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا پناهگاه‌های امن گروه‌های تروریستی را در خاک پاکستان از بین ببرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت که سران تمامی گروه‌های جنگجو و پناهگاه‌هایشان در پاکستان وجود دارد و جامعه جهانی باید در برابر آن اقدام جدی کند. سرور دانش می‌گوید که در حال حاضر گروه‌های تروریستی که در افغانستان می‌جنگند پناهگاه‌های اصلی‌شان در پاکستان می‌باشد و اسلام آباد به خواست حکومت افغانستان بر ضد این گروه‌ها اقدام نمی‌کند. افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا آنیده مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی را در پاکستان از بین ببرد که امنیت افغانستان و جهان را با تهدید مواجه کردند. معاون دوم رئیس جمهور به نمایندگی از افغانستان هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل گفت که جنگ نااعلام شده در برابر افغانستان مشکلات را افزایش داده است و مردم افغانستان با حملات شدید گروه‌های تروریستی مواجه است. به گفته وی گروه‌های تروریستی فرصت‌های مهم زندگی مردم افغانستان و حکومت افغانستان را گرفته است. فعلا بیش از 10 گروه تروریستی در افغانستان علیه ما می‌جنگند که همگی برای ایجاد مانع در پروسه دولت سازی و جلوگیری از استقرار صلح و ثبات از بیرون افغانستان وارد کشور ما می‌شوند. یکی از اهداف عمده آنان سرکوب دموکراسی، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در افغانستان است. سرور دانش می‌گوید که جامعه جهانی باید در مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم با افغانستان کمک کرده و در این بخش تعهداتش را عملی سازد و تروریستان را نباید به خوب و بد تقسیم کند. وی می‌گوید که تمام جنگجویان گروه‌های تروریستی از خارج به افغانستان می‌آیند و جهانیان می‌دانند که مخفیگاه‌های اصلی آنان در کجا موقعیت دارد که باید در همانجا از بین برده شود. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در جنگ افغانستان و از بین بردن پایگاه‌های امن تروریستان در خارج از افغانستان توجه شود. ما از دولت‌ها می‌خواهیم که در مبارزه با تروریسم تعهدات بین‌المللی خود را صادقانه اجرا نمایند. ما در این رابطه از شما می‌پرسیم که رهبران پیشین القاعده و طالبان در کجای اقامت داشتند و در کجا کشته شدند و همین اکنون رهبران طالبان و گروه حقانی در کجا هستند و تجهیز، آموزش و تمویل آنان در یک جنگ تمام عیار از کجا و چگونه صورت می‌گیرد؟ به گفته وی حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواسته است تا مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی را از بین ببرد، اما پاکستان در این بخش هیچ اقدامی انجام نداده است. ما بارها از همسایه خود پاکستان خواسته‌ایم تا پناهگاه‌های شناخته شده تروریست‌ها را از بین ببرد، اما متأسفانه هنوز هیچ تغییر را در وضعیت شاهد نبوده ایم. افغانستان همواره خواهان روابط صلح‌آمیز با همه کشورهای منطقه بوده است، اما حکومت وحدت ملی حق مشروع خود می‌داند که هر اقدام لازم را برای حفاظت و دفاع از مردم خود انجام دهد. سرور دانش می‌گوید که جنگ جاری و تروریسم سبب شد تا بحران مهاجرت در افغانستان و جهان رخ بدهد و هم مشکلات زیادی دیگری نیز ایجاد گردد. وی می‌گوید که جامعه جهانی باید عوامل مهاجرت که عبارتند از تروریسم، جنگ، فقر و بیکاری است از بین ببرد و در این بخش با افغانستان کمک کند. موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان در سازمان ملل در حالی است که صدر اعظم پاکستان گفته است که یگانه راه حل مشکلات افغانستان گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح حکومت است. شمار خانواده‌های مهاجرین که از پاکستان برگشتند در یک دشت در مربوطات ولایت لغمان مستقر شدند و از تمامی سهولت‌های زندگی محروم شدند. این ده‌ها خانواده که در زیر خیمه‌ها به سر می‌برند می‌گویند که حکومت نه به آنان در این ساحه اجازه کار می‌دهد و نه هم مشکل سرپناهی آنان را حل می‌کند. آنان می‌گویند که علاوه بر سرپناه در این دشت، به دلیل نبود آب، مرکز صحی و مکتب با مشکلات زیادی مواجه هستند. مهاجرینی که از پاکستان برگشتند با مشکلات زیاد در کشور مواجهند و به همین دلیل بر حکومت انتقاد می‌کنند. این مهاجرین عودت کننده می‌گویند
که به آب نوشیدنی دسترسی ندارند و برای نوشیدن از آب استفاده میکنند که از آن مواشی و حیوانات نیز استفاده میکنند. این مهاجرین که در منطقه خیروخیل در جوار شهرهای کابل جلال آباد در مربوطات ولسوالی قرقه ولایت لغمان مستقر شدند میگویند که بیشتر از 500 خانواده هستند و با مشکلات زیادی مواجهند و حکومت هیچ توجهی به آنان ندارد. دولت انده اول سرپنا راته جوړه کی څنګه لرم زخپلا دو روپی نلرم ضرور سرپنا واخرم کی یا جای په واخرم خینو سوکم لس نفر په کور کې ملک ورته وګور دیولو پیسې ملک لرم نیمه بوجه وړم په کور کې لاګه جای مرا وړي دی هم خلاص نور نو ولکه دې خدای له دې څه نسته نو کار ته پرې نه ماګه ته پرې نه ساګه نسته نو اوس ته دا دې اعلان دې فرض از خو بس کو دا وې او دې هغه دې هغه دې او بس دا تکلیفونه دې بس څه نه لرو چې پالو کې اوسې وو چې مونږ ته دې ملي په واستون باید ته ساګه نی وې او مونږ ته دلته کوټه واچي چې کوټه وانه چې مونږ بالکل دلته نور زادي کې بيخي خپل ځن پورې پټایو. کودکان این مهاجرین که از ادامه فراگیری دروسشان محروم شدند میگویند که از برگشت آنان از پاکستان بیشتر از یک ماه سپری میشود و در حال حاضر از مکاتب و ادامه دروسشان محروم ماندند. آنان میگویند که درسهایشان در مکاتب پاکستان نیمه تمام باقی مانده است و در حال حاضر در اینجا مکتب ندارند. یه حد اسکول نم اسکول نم پات دی دیو مشکل لرو آل تا با پاکستان که بسی پلیس اون و راکوش ماجر دل تا مرات ماجر سو آل تا ماجر سو خپل وطن که ماجر سو نم با آخر چه تا وایو سی منگ سرم راست او گی منگ باید اش دا میلیون دو منگ سرم راست او کی منگ دا پلیس آخر دی پلیس تا خمگی تاج وی باید اش دی منگ سرم راست او کی پاکستان و خبری زن سرم کرد در همون وسیله کلا جور سو دل دم حکومت را فردی نه تعریف شده نه مدرسه شده نه سکول نشده سبب پکی وای بس به تعلیم اگر بس نه پول نسادیگی. از سوی دیگر رئیس مهاجرین ولایت لغمان از مستقر شدن این خانواده ها اظهار بیخبری می کند و می گوید که این مهاجرین به وی مراجعه نکردند تا ریاست مهاجرین به آنان کمک کند. مسئولان می گویند که پس از تثبیت مهاجرین جابجا شده در این ساحه به آنان کمک خواهند کرد. زمان وظیفه داره که چیر تا دوی اون ترسی درخواست وی که یک دوی سر آقا بیعرف پرمی بی او یا بیجای شوی بی یا ولسوالی نبل ولسوالی تا یا یا ولایت نبل ولایت تا من کولش دو سر کومکو بخمون تای مراجعه نده کرد و پلی ها زمان لدون آگاهی نلرم و دوم را خبری چه حال تایر اولی خوب دماجرین و پیساب من سر دقا نشتا او که کم کور در پاکستان دم راغلی که دی شیال تایر اولی دیدی پا خاطر چه غذای بونی سیزان تا کم سربانه جوره که و من تای مراجعه نده کریکم. به دلیل فشارهای حکومت پاکستان مهاجرین افغان در این کشور با مشکلات زیاد مواجهند و به برگشت به افغانستان رو آوردند. در حال حاضر بیشتر از 4000 مهاجر در ولایت لغمان به سر میبرند که با مشکلات زیادی مواجهند و نمره های رهایشی نیز به آنان توزیع نشده است. کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت هرات از کشف و به دست آوردن مقدار زیاد سلاح طالبان مسلح در این ولایت خبر میدهند. مسئولان در این ولایت میگویند که طالبان مسلح میخواستند 140 میل سلاح مختلف و نو را که از ولایت خوست بارگیری شده بود و قصد انتقال آن به ولسوالی شندند هرات را داشتند، نیروهای امنیتی آن را در شهر هرات کشف و به دست آوردند. با گفته والی هرات این سلاح‌ها از سوی گروه حقانی و همکاری شورای کمیته پاکستان در اختیار جنگجویان قرار گرفته بود و قصد داشتند تا با استفاده از آن حملات تروریستی را انجام دهند. محمد آصف رحیمی میگوید که در پیوند به انتقال این مواد یک تن را بازداشت کردند. مناطق مرکزی اینا را انتقال بدن تا از چشم مسئولین دورتر باشه. به ولایت غور آورده شده، یعنی تا ولایت غور آورده شده توسط یک اراده موتر فلاین کوچ و پای خود موتر و بعدش باز از ولایت غور این موتر در داخل یک لاری بارگیری شده. گویا این موتر خراب است بخاطر جور کردن میبریم به یک شکل بهانه به شهر هرات انتقال میگردید که از طرف مسئولین امنیتی ولایت هرات این موتر تحت تعقیب قرار داشت. از ولایت غور که به طرف هرات حرکت کرده بود تحت تعقیب بود. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم خوش آمدید بیننده خبرهای خارج از کشور از کابل نیوز هستید.
پاکستان هند را متهم می‌کند که در سرحد مشترک تعداد نظامیانش را به گونه بی سابقه افزایش داده است و ممکن این موضوع باعث خشونت‌های بیشتر شود. صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که دهلی جدید شرایط را گذاشته است که برای آنان قابل قبول نیست. روابط هند و پاکستان پس از آن بتدگی گرایید که گروهی از مهاجمان مسلح بر یک پایگاه نظامی هند در کشمیر حمله کردند و 18 تن از سربازان هندی را به قتل رسانند که این حمله از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چین و شمار زیادی از کشورهای دیگر محکوم شد و هند ادعا کرده است که این حمله در پاکستان طراحی شده است. در شهر شوارلت ایالات متحده آمریکا وضعیت اضطراری اعلام شد. مسئولان محلی ایالت پس از آن مجبور به اعلام حالت اضطرار شدند که صدها تن در واکنش به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست توسط پلیس دست به تظاهرات زدند. گفته می شود که تظاهر کنندگان بر پلیس سنگ پرتاب کرده و شماری از دوکانها و موترها را نیز به آتش کشیدند. پلیس ضد شورش ایالات متحده آمریکا از گاز اشکاور بر ضد تظاهر کنندگان استفاده کرده و هشدار داده است که جلوه تخریب کاران را خواهند گرفت. اسکات 43 ساله سومین سیاه‌پوست است که در یک هفته گذشته از سوی پلیس کشته می شود. پاکستان باید نتیجه خیانات خود را ببیند. این اظهارات را سناتوران آمریکایی ابراز کرده و طرح شمولیت پاکستان را در لست سیاه به کانگرس این کشور پیشکش کردند. این سناتوران میگویند که پاکستان قابل اعتماد نیست و در سالهای گذشته به گونه آشکار از دشمنهای آمریکا حمایت کرده است. بر اساس این طرح رئیس جمهور آمریکا 3 ماه وقت دارد تا در رابطه با متهم شدن پاکستان به حمایت از توریسم به کنگره آمریکا گزارش بدهد. سرویس خبری ما در همین جا پایان یافت. سپاسگزارم از همراهیتان. الان نگهدارم.